در دو نمایشگاه موازی در بال سوئیس و پاریس سالن جواهرات برگزار شده است. در این نمایشگاه از اقصانقاط جهان دستندرکاران و علاقمندان به بازدید آمده اند. در ابتدا از پاتریک بوالو مسئول این نمایشگاه در پاریس پرسیدیم چه کسانی به اینجا می آیند و می خواهند چه ببینند و خواسته شما چیست؟ Alors le but de cette exposition, c'est de faire connaître le plus possible tout le domaine de la minéralogie. ما می خواهیم تمام زوایای شناخت سنگ‌های قیمتی را به بیننده بشناسانیم. رنگ و شکل هر سنگی را ببینیم، چگونه در دست هنرمندان به اثری هنرمندانه تبدیل می‌شوند. Y compris aux États-Unis où les grands salons en Arizona sont mondialement connus. هزاران هزار کلکسیونر در سراسر جهان وجود دارند و از جمله در آریزونای امریکا. ما بازدید کنندگان زیادی از سراسر جهان در اینجا داریم. از آمده های دوردست فرشته بالایی از ایران به پاریس آمده است. از وینی پرسیدیم شما اینجا در جستجوی چه هستید؟ من دنبال چیزی میگردم اینجا که به هر حال براش سعی میکنم تمام دنیا رو ببینم. بازل بودم، اونجا رفتم. توی سنگا نمیدونم زیبایی که هر بیننده رو خیره میکنه و خب چون کارم هست برام خیلی جذابه، دلم میخواد اطلاعاتم به روز باشه در مورد اون چیزی که توی این زمینه، توی این کار، توی دنیا میگذره. شما دارای تحصیلات و تخصص در امر جواهر هستید، در ایران وضع چگونه است؟ خب به خاطر مشکلاتی که تو سالهای جنگ داشتیم شاید زیاد پرداخته نشده به این مسئله، ولی بعد از اون این زمینه داره رشد میکنه. هنوز جای خودش رو پیدا نکرده. متاسفانه ما از این تجارت شاید سهم دهم درصدی داریم، ولی خوشحالم از اینکه میبینم روز به روز علاقه بیشتر میشه. جوانایی که میان سعی میکنن علمی تر به این داستان نگاه بکنن و جدی تر بهش بپردازن و امیدوارم که یه روزی ایران هم جزو کشورهای مطرح تو این زمینه باشه. خانم بالایی، شما فرمودید که صنعت جواهر تجارت سوم در جهان. شما در این ارتباط چه فعالیت هایی دارید؟ کار من شناخت سنگ های قیمتی هست و ارزش گذاری اونها. فکر میکنم به عنوان یک کارشناس نقشی که میتونم داشته باشم اینه که سعی کنم به روز باشم، دورهای مختلف رو ببینم. حتی هفته پیش هم که بازل بودم برای مؤسسه SSEF برای یه کورس اونجا ثبت نام کردم، در واقع ادوانس لب هست. فکر میکنم این نقشیه که من میتونم داشته باشم و سعی میکنم نقشم رو کامل و با تعهد کامل برای مردمم، برای کشورم انجام بدم. همین که بازدید میکنم جاهای مختلف، رشدشون رو میبینم، سعی میکنم برداشتم رو از نمایشگاه ها منتقل بکنم به مردمی که باشون در ارتباط هستم. تو زمینه آموزش سعی میکنم فعالیت کنم. به هر حال اینا کارهایی که من میتونم انجام بدم. و حالا گشت و گذاری در جایی که زیبایی درون و برون همراه شده اند. پاریس با دوربین لوکا کیوا، بخش فارسی صدای امریکا.